Ռումբա Օդորոնի ֆուտբոլի թոջիկ Ինաշրին Աբաթի բառնումայի ֆատասկի դաուրի ավտումի չեմպիոնատի թոջիկիսոն օյդ բա ֆուտբոլ միոնի դաստոյի լիգայի ակումրո դարբար մեգրատ մորո ամրոյի կնետ Բադի ազ ջադվալի չեմպիոնատ բերուն շուդանի դաստայի Ռաուշանի Զաֆարոբոտ դար մավքեհոյի դաստահոյի ագնաու դար համբար համի զյոտ բամիոն օմատ Յանե հար դաստայի կի ազ Ռաուշանի Զաֆարոբոտ խոլ սիտոնի դաբուտ վայո ազ բողթոյի տեխնիկի սոյիբի սե իմթիոս շուդաբուտ համաշ բեքոր գարդիտ Ին ամ դար հոլ էսկի Ռաուշանի Զաֆարոբոտ դիգար իղթիդորի դավոմ դոդանի բոզիհորո դար չեմպիոնատ նադոշ վա ին օմիլհոյի զյո դորատ Մուշկիլիհոյի իղթիսոդի ռավտանի բոզինգարոն ազ դաստա վա պրաբլեմոյի սաֆարբարկունի ազ ասոսիտարին Մուշկիլիհոյի ֆաուլիատի դաստա բուտ կի Համինակ Ռաուշանի Զաֆարոբոտ ֆաուլիատի խուդրո կատ կարդ Ազ ին ռու մոհիրի յովոն բա տաուրի ավտոմատի բազինայի դույուն ֆարոմատ վա դաստայի ուլբուկի բոսե սադրնիշինի ջադվալ շուտ Մոհիրի յովոն ագար բոզիի դաուրի ավտոմի խուդրո ամ բո փիրուզի پاسی سر میکرد یگان امکانی در صدر جدول باقی موندن را نداشت اما چیزی دیگر این است که سلسله پیروزی های دسته یوونی در این دور مقابل سرای کمر پنج خاتمه یافت در اینجا می توانیم از هنرنمایی هنگامه‌ساز دسته پرواز حرف زنیم که این دسته با غالبیت های بزرگ سوی موقع اول جدول حرکت دارد یاد دارد که آنها دسته گلستان را با کدام حساب زده بودند 18 بر 0 آن در بازی نوبتی مقابل دوشنبه قریب همین حساب تکرار شد اما گمانم این نوبت عزت مهمان را به جا آوردند و 8 گلک زدند دسته پرواز فرودگاه بین المللی شهر خوجند امسال عزم برآمدن به لیگ عالی را دارد از این رو بازینگران بهترین مخصوصا در خط حمله محسن رستمزاده را جلب کرده است که در یکی از بازی ها پوکر کرده بود دسته هولبوک همچون صدرنشین جدول این موسم بازی های بد ندارد در 7 دور برگزار شوی مسابقه 4 مرتبه غلبه کرده است و 3 بازی دیگر خود را با نتیجه مساوی پاسی سر نمود از این بر می آید که این دسته حالا یگان مراتبه شکست نخورده است و اگر چنین ادامه یابد پس در قطار مهیر و پرواز یکی از مدعیان اساسی برای روخت لیگ اولی ماس همین دسته عنوان داده می شود خلاص از نتیجه بازی های دور هفتم چمپیونات مذکور در این نشر برنامه بیشتر حرف می زنیم ما رو پیگیر باشید نخوص آغاز میکنیم از بازی سرگلترین دوری مذکور پرواز در میدان خود دسته دوشنبه را قبول کرد و شوخی کرده گویم مهمونداری ارزنده هم نمود در قطار محسن رستمزاده در این دسته همچنین دلشاد بگ رستمزاده گفتنی یک فوتبال باز دیگر جلب گردیده است که با هنرنمایی اولی خود علاکه میانی فضای رقابت های لیگ یکم با قول نام خود را شنونده است در برخورد با دوشنبگی ها فوتبال بازان دسته پرواز هر کار دلشون میخواست میکردن حمله های پای در پای و ارسال های بجای از جانب فوتبال بازان پرواز و استفاده دروز از کانتر هجوم ها که انقریب همش نتیجه ثمره بخش میداد این بود که بالاخره دلشاد بگ رستمزاده خطری کرد و محسن رستمزاده دوبل فعلا هر دو این بازینگران موقع های یکم و دویم رویخط نشانزن ها را اشغال کردند و با چنین سرعت ادامه یافتن کار شاید که در آخر موسم بهترین نشانزن های چمپیونات امسال ماز همین نفران باشند دسته دوشنبه در این بازی رقابت دفاع کارانه خود پراگماتیکی نشان دادند و حتی یگان فرصت به گل نزدیک نداشتند اگر خواهید پورتر در مورد این بازی معلومات بگیرید شهر همکاران ما رو تماشا کنید بخوری دسته های پرواز فرودگاه بین المللی خوجند و دوشنبه شهر دوشنبه در دور هفتم چمپیونات تاجیکستان بین دسته های لیگ یکم با فایده پرواز به انجام رسید در دقیقه دهم دیدار حساب واخوری را بازینگر دسته پرواز محسن رستمزاده کشد در دقیقه 19 واخوری دلشاد بیگ رستمزاده و در دقیقه دویم با قسم اولی بازی اضافه شده محسن رستمزاده به دروازه مهمانان باز یکتای توپ زدند 4 دقیقه بعد آغاز قسم دویم دیدار دانش سیدزاده توپ چهارم دستش را به ثمر رسانید دلیر مخاطوف در دقیقه 54 و دلشاد بیگ رستمزاده در دقیقه 72 باز خط دفاعی حریف را رخنه کرده توپ ها را وارد دروازه دوشنبه کردند برای دغلانه ویران کردن قاعده بازی دروازه‌بان دسته دوشنبه اکرم قربانوف با کارت سرخ مجازات کرده شد جهانگیر علیوف در دقیقه 88 و دلشاد بیگ رستمزاده در دقیقه اولی به قسم دویم بازی اضافه شده و دروازه دوشنبه باز یکتای گل زدند Команда сейчас после первого круга полностью поменяется, и игра будет другая совсем. И будем стараться попасть в пятерку. По игре, можно сказать, ну, Парвоз имеет задачу выход в высшую лигу. У нас, в принципе, такой задачи нету. Но в любом случае,
ребята постарались, то, что смогли, то и показали на сегодняшний день. Ну, после серии неудач, которые нас настигли, команда сегодня действительно вот сплотилась, играла в свой атакующий футбол. То, что мы им требовалось, то, что мы им учили, говорили, сегодня действительно вот ребята собрались и показали этот футбол. Очень много хороших моментов, комбинационно атакующий футбол показали ребята. Реализация сегодня просто была великолепной. И в обороне сыграли все надежно, четко. Соперник, конечно, команда видно пока еще не в собранном состоянии, но им я желаю в дальнейшем успехов, то, что команда все равно приехала, показала свой хороший футбол. Ну, надеюсь, что у них тоже все наладится и все будет хорошо. Бузи марказии даури хафтум ин дидори дастаҳои Ҳулбуки Восе ва Истаравшани шаҳри Истаравшан буд. Ҳар ду дастаҳо қавиянд ва мебоист мо як бузии сергол ё тамоман бидуни голро тамошо мекардем. Кор ҳамин хел шуд ки барзами ба миён овардани фурсатҳои хатарзо аз ҷониби ҳар ду даста, ҳамон футболбозон хеле эҳтиёткорона бозӣ мекарданд ва кӯшиш менамуданд ки дар хати дарвозаи худ ба иштибоҳҳо роҳ надиҳанд. Аз ин рӯ мо бозии на серголу, на бидуни гол, балки як бозии камголро шоҳид шудем. Ин дастаҳо ба ҳамон хотир эҳтиёткорона бозӣ мекарданд ки Ҳулбук намехост мавқеи аввали ҷадвалро аз даст диҳад, Истаравшан намехост имтиёз ки феълан ба зур дар чоргонаи аввал роҳ ёфт ва барои расидан ба мавқеҳои болоӣ шонси олӣ дорад. Хулас, ба мушоҳидаи ман, ин рақобат ҳам бозии сахт ва ҳам бозии суст буд. Ин рақобатро низ ҳамкорони мо пайгирӣ карданд ва феълан муфассал бароятон шаҳр медиҳанд. Яке аз бозиҳои марказии даври ҳафтуми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои лигаи якум маҳз дидори дастаҳои Ҳулбуки ноҳияи Восе ва дастаи Истаравшани шаҳри Истаравшан унвон мешуд, ки ҳарду ин дастаҳо барои роҳ ёфтан ба лигаи олӣ талош варзида истоданд. Баробари ба майдон ворид шудани дастаҳо нахуст, сармураббии дастаи Ҳулбук Ҷурахон Мирзоев аз ҷониби масъулони лигаи футболи Тоҷикистон барои ноил шудан ба унвони беҳтарин мураббии моҳи май дар байни дастаҳои лигаи якум қадршиносӣ карда шуд. Бояд гуфт, ки ҳарду даста ба ин бозӣ бо тайёрӣ خوب آمده علاکه از دقیقه‌های اولی میدانداری پیوسته به هجوم میگذشتند. گلی نخستین این نروسنجی در دقیقه 13 همی میدانداری از جانب حسن رستموف با سر وریدی در روزه رقیب گردانیده شد که این گل بعدی پرتوفت نیم حمایتگر سعید خان امروخان امکان پذیر گردید. در ادامه قسم اول میدانداری امکانیت های دسته استراوشان هم خیلی زیاد بود، ولی حمایتگران و دروازه‌بان دسته صاحبان میدان در حالت های ضروری خوب بازی‌گذاری نموده امکان ندادند که هجوم ها به گل تبدیل یابند. همین طریق قسمت اول میدانداری با حساب 1-0 بر نفع دسته هولبوک به انجام رسید. در نیمه دوم بازی باشد دسته استراوشان بیشتر در خط هجوم قرار داشته پی در پی حالت های گلزنی را به میان می آوردند، اما در اجرای آخرین ضربه حملوران موفق شده نتوانستند. همین طریق دیداری دسته های هولبوک ناحیه واسه و استراوشان شهر استراوشان با حساب مینیمالی 1-0 به انجام رسید و دسته هولبوک از 7 بازی انجام داده در این موسم 15 امتیاز به دست آورده، عین زمان صدرنشین جدول مسابقه باقی ماند. امروز دسته هولبوک ناحیه واسه در میدان مرکزی به نام تشه اسماعیل ناحیه واسه در یکی از دسته های پرقوت ریاست استراوشان شهر استراوشان را قبول کرد. بچه ها باور که از دقیقه اول چخلی که شما دیدین با آماری بازی 50-50 بود. یک خیلی بچه ما همون چیزی که ما در چیم دادیم همش عیوده شما برامد و خصوصا با مخلصانی که امروز برای دسته مخلصی کردن مینداری میکنیم. کوشش میکنیم که باز بازی رو خوب کرده نست کرده барои мардум як футболи наз нишон тем. Сегодня нашей команде не хватило концентрации в игре и чуть-чуть физики не хватило. Ну и за счет жары они сразу поплыли в первом тайме. Ну, команда Восе хотела выиграть и одержала победу, чем мы можем поздравить эту команду. У нас одна задача выигрывать, выигрывать и выигрывать только футбол. Играть в футбол и выигрывать, радовать наших болельщиков. Ну, в этой игре сегодня не получилось, не отдались ребята. از سرحچی تماماً این خیل نتیجه رو امید نداشتم. این دسته حالا در مسیر 7 دوری مسابقه یگان غلبه ندارد با استثناء یک مساوی. اما در رقابت با سرای کمر 5 که از این دسته دیده نتیجه های بهتر دارد، اندکه مشکلی کشیدند ولی بدون امتیاز بر نگشتند. اگر این بازی را چنین بها دهیم می شود، دیدار دو دسته فعلا ضعیف، اما راست گپ از همه بازی پرشور و شوق دور هفتم ما از همین بازی بود که با دستگیری مخلصان با اصطلاح ما
مالادساشون میدان رقابت رو بلرزه در آوردن. تشکیل کردن زود فرصت های با گل نزدیک و ضربه های از فاصله دوری باتری دروازه برخورده و داد و فیغان مخلصان بشمار که واقعیت فوتبال در سیمای یک رقابت عادی تجسم یافت. این بازی از نظر همکاران ما دور نموند و حالا شانس داریم مختصر بهترین فرصت های آن را یکجا تماشا کنیم. دسته سرحچی نویای همدانی بعد این نکومی های پی در پی این نوبت در دویره دوری هفتمی چمپیونات تاجیکستان یکی از پیشتفانی لیگ یکم دسته پنشری نویای جلالدین بلخی را قبول نمود. بازی مذکور برای شاگردان قناعت لطیپوف بسا مهم و تقدیرساز عنوان میشد، زیرا این دسته در چهار بازی انجام داده یگان امتیاز به دست نآورده در زینه آخری جدول مسابقه قرار داشت. از این رو صاحبان میدان برابر ورود شدن به این بازی پی در پی به هجوم گذشته در دقیقه هشتم میدانداری با گل زده بوتایف محمود جان توانستند که در حسابی بازی با پیش برایند. بعد این گل مهمانان بیشتر توپ را صاحب شده برای برابر نمودن حسابی بازی تلاش ورزیدند، ولی قسمت اول این میدانداری با حساب 1-0 بر نفع دسته سرحدچی به انجام رسید. در قسمت دوم بازی باشد ستاد مربیان دسته پنچر در خط حمله فوتبال بازان را عوض نمودند و همین بود که فوتبال بازی نو با میدان ورود شده محمود زاده بابوشا در دقیقه 66 بازی بعد خطای حمایتگران حساب بازی را برابر نمود. در ادامه بازی باشد سعیترش در دقیقه 80 باز هم محمودزاده بابوشو توانست که از مسافه دور با یک ضربه هدف رس گل دویم خود را وارد دروازه صاحبان نموده پیشتفی دستهاش را تامین نماید. هرچند فوتبال بازان دسته پنچه در ادامه بازی بیشتر امکانیت گلزنی را سازمان میدادند، ولی ماس حملهور کناری صاحبان میدان محمودجان توشمدوف توانست که در دقیقه 82 میدانداری با یک ضربه زیبا از مسافه دور حساب بازی را برابر نماید. همین طریق بازی بین دسته های سرحچی نویای همدانی و دسته پنچری نویای جلالدین بلخی با حساب 2-2 به انجام رسیده هر دو دسته از این میدانداری یک امتیازی به دست آوردند. راستیگر اون نقشه هایی که ما در نزد دسته مونده بودیم متاسفانه از نقشه بیرون بازی کردن و چکر که شاید بدین قریب 90% بازی ما بود. لیکن قیم فوتبال است، یک خطاگی یک بازنگر و چون این نتیجه آورده رسون. بازی منبعدار چگونه؟ بازی منبعدار این خطاگی ها که در بازی امروز البته نسبت اون کاربری میکنیم و کوشش میکنیم در بازی آینده این چنین خطاگی نشوند و مقصدی که ما در نزد خود مونده بودیم با مقصدی اساسی خود باید رسیم. با شاگردان در آن سمت کار کردیم که ما لااقل باید از دسته پنشر خال ستونیم و امروز چطور که شما دیدیم ما گل رو وارد دروازه حریف کردیم. بعدا اداره بازی گرچنده که در دست مهمونا بود ما توانستیم که با یک گویم که یک روحی بلند یک تیاری روانی این بازی رو با تا آخر تا هشتک آخرین دوار بر فایده خوب خود به انجام، چون که ما توانستیم که بعد وارد کردن دو گل پی در پی به دروازه ما در گویم دقیقه های 91 93 بازینگری ما محمد جان توانست که در آخر یک گل دیگه وارد کنه که این آورده به آن رسانی که ما صاحب یک خال شدیم. فکر میکنم که بعد این باز هم میتوانیم که باز صاحب غالبیت های خوب شویم. من بسیار منت دارم از شاگردان خوب و رحمت کلام به آنها میگویم. خیلی بازی مشکل برای دسته ما ورکنین. دسته پنشیر هم خیلی بود، دسته پرقوت است در لیگ یکم. بچه ها نقض بازی کردند، هرچند که دسته پنشیر با ما هجوم بسیار کرد و ما در آخر تونستیم بازی رو دوران کنیم و تایم یکم ما در پیشتر بودیم با حساب 1-0 و دو گل دیگر در تایم دوم سر ما در دروازه خودمون سر دادیم که بازی 2-1 شد و بازینگر جوانی ما که در صف دهم میخواند از باخت ما رو نجات داد و ما رحمت میگم به همه مخلصای دسته سرحچی که امروز اومدن نه نگاه نکرده با چند بازی ما که ما با بخر برو میشدیم و ما رو اومده دستگیری کردن. ما از اونها خیلی منت داریم و با اونها وعده میتیم که بازی آینده خود رو با غلبه انجام دیم. بازی های دیگر دور هفتم چمپیونات با طور زیر صورت گرفتند. برقچی قبلا روز 3 ایون بازی دور هفتم خود را مقابل اوریون انجام داده بود که این رقابت با حساب 3-0 بر سود دسته برقچی پایان یافته بود. سرای کمر و ماهیر بدون زدن گل رقابت را به انجام رسانیدند.
جدول چمپیونات فوتبالی کشور میانی دستهای لیگ یکم این اوباد نسبت قبل تغییرات های زیاد دارد. مثلا بعد هفت دور و بیرون شدن دسته روشن ظفرآباد از جدول چمپیونات موقع دسته مویر ایواز گردید و این تیم با کسب 11 امتیاز زینه دویم را اشغال کرد. موقع اول را باشد دسته هولبوکی بوسه با 15 امتیاز در اختیار دارد که برد این دسته نسبت دیگر تیم ها این تا حال یگان رقابت برپا نکردن با دسته روشن ظفرآباد بود. پرواز 10 خال دارد و استراوشان نیز با یک بازی کم نسبت اکثریت دسته ها 10 امتیاز دارد که در صورت با غلبه پس سر کردن بازی موقوف شده امکان دارد برای موقع دوم مبارزه برد. دسته های اوتسایدر این تیم های سرحچی و گلستان شهر گلستان می باشند که تا حال یگان مراتبه غلبه نکردند. بازی آینده یا خود دور هشتم چمپیونات تاجیکستان اوید با فوتبال میان دسته‌های لیگ یکم این خیلی صورت میگیرند. گلستان در میدان خود با سرحچی رقابت میکند و دوشنبه هولبوگ را قبول میکند. دسته اوریون باشد با سرای کمر دیدار انجام میدهد و پنچر باید با دسته برچی دیدار انجام بدهد. دسته‌های نوکار چمپیونات شادمان حصار و پرواز در خانه شادمان برخورد خواهند کرد. روی خط نشانزن های چمپیونات این نوبت تغییرات کل دارد. مثلا فوتبال بازی دسته پرواز محسین رستمزاده در بازی آخرین دوبل کرد و شماره گل هاش به 8 عدد رسید که حالا در موقع اول روی خط نشانزن های چمپیونات با 8 گل قرار گرفته است. فوتبال بازی دیگر این دسته دلشادبگ رستمزاده باشد 7 گل دارد و موقع دومی روی خط مذکور را اشغال کرده است. فوتبال بازی دسته استراوشان الهام براتوف باشد شماره گل هایش را به 6 رسانید و در موقع سومی روی خط قرار گرفته است. شایم بایف باشد 5 گل دارد. جهانگیر علیف از دسته پرواز 4 گل دارد و دلیر مخاتو باشد از دسته پرواز این نفر نیز 4 گل دارد. فوتبال بازی دسته شادمان سربون غایب باشد 4 گل تا این دم زده است و فوتبال بازی دسته دیگر شادمان سیحومید ازبکزاده با 4 گل موقع هشتم را اشغال کردند. در موقع های نهم و دهم فوتبال بازی دسته دوشنبه شخیر ناروف و فوتبال بازی دسته گلستان بیژن میرزازاده قرار گرفتند. این شهر دوری هفتم چمپیونات تاجیکستان اوید با فوتبال میان دسته‌های لیگ یکم بود که آن را من فردوس خرسان برای شما شهر را توضیح دادم. تا برنامه دیگر شاد و پیروز باشید.